رژیم خمینی در زمان جنگ همه مطالب کتاب‌های درسی رو روی موضوع جنگ ضد میهنی چرخونده بود. اصلا وظیفه ارگان موسوم به امور تربیتی در مدارس که راه انداخته بودن این بود که با بکار گرفتن انواع ترفندهای روانی بچه ها رو به جبهه‌های جنگ سوق بدن، چنانچه به جای گردش علمی بردن دانش آموزا اونا رو می‌بردن قبرستون تا اونا قبرها رو ببینن و به اصطلاح با فرهنگ جبهه آشنا بشن. انبوه انبوه کتاب های شعر و اینها رو چاپ میکردن به نام دفاع مقدس، برای اینکه به قول خودشون این فرهنگ رو تو دانش آموزا ببرن. تو خیابون اون موقع قشنگ من یادم میاد که مثل الان که مینیبوس میزنن اتوبوس میزنن به جرم بدحجابی یا اراذل اوباش جوانا رو میگیرن، اون موقع دقیقا فقط به خاطر اینکه ببرن از جبهه و استفادهشون از تو بکنن مینیبوس اتوبوس میذاشتن توی خیابون، اینکه کجا میبردن، میبردن به پادگانا، سر تا ته میتراشیدن، بهت لباس میدادن، اجازه نمیدادن که تو به خانوادت زنگ بزنی تا موقعی که میرسوندن به نقطه‌ای که دیگه نمیتونستی برگردی. و خیلی از آدما بودن تو همین رابطه که تو خیابون داشتن راه میرفتن و چند ماه بعد یا جسدش رو تحویل خانوادش دادن یا اینکه خبر مفقود شدنش، و خیلی هاشون هستن که حتی الان هم دارن دنبال جنازه‌های بچه هاشون میگردن. به خاطر همین بود که تو خیابون هم کسی امنیت نداشت، یعنی تو نمیتونستی هر جایی بری، حتما باید چک میکردی که اون اتوبوس مربوطه یا اون ماشینی که میاد اونجا نباشه تا تو بتونی حتی از یه خیابون ساده گذر بکنی.